سیرک و نقاشی بود. توی این مجموعه از این سری تصاویری که از کاشیکاری های مساجد یا طرح نقاشی های گلومرغ روی جلد کتاب های قدیمی پیدا کرده بودم، از عکس اینا چاپ سیلک انجام دادم و روی اون شروع کردم با اکریلیک نقاشی کردن. این ایده خیلی برام جالب بود که من نقاشیمو به جای اینکه از کاغذ سفید شروع بکنم، از یه تصویری شروع بکنم که توی آفرینشش من هیچ نقشی نداشتم و در واقع نقاشی من یه جواب یا واکنشی باشه به اون تصویری که وجود داشت. وقتی که داشتم روی این ایده کار میکردم، آنان معنی مهاجرتی معروف به مازلمن توسط ترامپ امضا شد که شامل 7 کشور اکثریت مسلمان میشد من جمله ایران، و خب من خیلی شوکه شدم چون مثلا اگر یک هفته این برمور بود کل زندگی من تحت تاثیر قرار میگرفت. خب اولین واکنش من خیلی خشم بود، خیلی خشمگین بودم و فکر کردم میتونم اینو تبدیل کنم به نیروی محرکه توی کار نقاشی. حالا اتفاقا تو همون سفری که به ایران داشتم چند تا پاسپورت قدیمی، 2 تا پاسپورت قدیمی داشتم با خودم آورده بودم. این همجوری افتاده بود توی کارگاه نقاشی و من فکر کردم که خب میتونم شروع کنم روی اینا کار کردن. متریال جذابی بوده همیشه برای من برای کار کردن، ولی خب یه محدودیتایی داره، خیلی با دوام نیست، از هر بلایی نمیشه سرش آورد، نمیشه روش مثلا رنگ و سنباده کشید و برداشت از روی سطح کار و از متریال مختلف اکریلیک و میدیوم های مختلف استفاده کرد. فکر کنم که خب چه چیز دیگه هست که من میتونم استفاده کنم. کنوس و بوم ساده نقاشی هم برام جاذبه نداشت. پیش بودم فکر کردم که خب میتونم پارچه های استفاده کنم که یه طرحی روشون چاپ شده و در واقع اینم یه تصویر بود که میتونستم نقاشی رو ازش شروع بکنم. اول خب یه سری پارچه هایی که اینجا قابل دسترس بود پیدا کردم و شروع کردم تست کردن. بعد که دیدم جواب میده از خانوادم خواستم که برای یه سری پارچه هایی که خب حالا به شیوه سنتی تولید شدن بر من بفرستن، چون برام خیلی جالب بود که اون خواستگاه فرهنگی تو نقاشی دیده بشه.